این روزها همزمان با گسترش قیام سراسری مردم ایران شاهدیم که سخنگوی دولت آخوند رئیسی جلاد به این شهر و اون شهر و این دانشگاه و اون دانشگاه میره و برای به قول خودشون فضای گفتمان مدعی است که اگر رژیم میخواست میتونست قیام رو با سرکوب جمع کنه. همراه میشیم با خانم سهیلا دشتی از سوئد تا این موضوع رو بررسی کنیم. سلام میکنم به شما خانم دشتی، خیلی خوش اومدیم به ایران به پا میخیزد. با سلام خدمت شما و با درود به مردم ایران که فردا این قیام بزرگ رو به 2 ماه میرسونن و با تسلیت به تمامی خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن در خدمتتون هستم. خانم دشتی، با دیدن ادعای جهرمی سخنگوی دولت رئیسی جلاد و سایر مهره های نظام از جمله خود سرکرده نیروی انتظامی یا پاسدار سلامی که میگن چون رژیم معتقد به گفتمانه دست به سرکوب نمیزنه، حالا این سوال پیش میاد که مگه خود خامنه ای در نمایش انتخابات قبلیش اون همه از این راه خودش مثل لاریجانی رو کنار نزد تا یک مجلس و دولت یک دست روی کار بیاره تا توان مقابله با قیام رو که خیلی نزدیک و در تقدیر هم میدید داشته باشه؟ حالا سوال اینه که چی شده دم از گفتگو میزنه؟ ببینین، اول به نظرم یعنی نمیتونم بگم طنز، نمیتونم بگم طنز تلخه، ولی فریب بزرگی هستش که از یک طرف بهادری جهرمی مثل پادویی از این بر اون بر میره و با حرفای مسخره، چون مثلا میخواد بگه که گفتمان و یا گوشه هایی رو تخصیص بده به دانشجوها که بحث و گفتگو کنن، یکی اینه. اما در مقابلش من میبینم که از اون طرف میبینیم که نماینده های مجلس رژیم، نماینده های دستچین شده خامنه ای توی یک بیانیه بزرگ اعلام کردن که 227 نفر بودن که کسانی که توی این قیام ها دستگیر شدن رو اعدام کنین. خب یعنی این تضاد رو من نمیدونم چجوری میخوان حل کنن، اما به نظر من میاد که یکی از دلایلی که بهادری جهرمی این حرف رو میزنه این هستش که به اصطلاح خودی و غیر خودی کنه، سعی کنه که دانشجوهای قیام یا دانش آموزان قیام اینا رو از به اصطلاح خودیاشون جدا کنه، یک نمایشای ترتیب بده که آره ما میتونیم گفتگو کنیم. اما خوشبختانه همونجور که میبینین در تبریز دانشجوها جواب خیلی خوبی بهش دادن و گفتن پاسدار گمشو برو بیرون. این چیزایی هست که ما حداقل میبینیم، یا اینکه در تهران یا در قم در هر جا که رفته با فضیحت مجبور شده جلسه رو ترک کنه. از اون طرف هم سلامی میاد تو تلویزیون میگه هیچ دغدغه‌ای به جز این نداریم که با مهربانی مشکلات شما رو رفع کنیم، دغدغه رهبری اینه و همه این حرفا. خب واقعیت این هستش که همونجور که گفتم اینا توان سرکوب رو ندارن. اون یک دستی که خود خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با آوردن رئیسی که مشخصا بهترین صفتی که میشه بهش داد جلادش از 67 هست و توی اون کاری که خیلی خوب بود، یعنی توی قتل و کشتار به خاطر اون به این منصب انتخاب شد، نتونستن که مردم رو حداقل در 2 ماه که حداقل هر روزش یک روز بزرگ هست و پیشرفته سرکوب کنن و سرکوب مشخص شده که جواب نداره. یکی از این دلایلش اینه که توی خود رژیم هم تشدید میکنه این تشتت افکار رو و گستری و این که بعضی ها میگن که حتی من شنیدم میگن بچه های خود فرزندان خود این وابستگان رژیم توی قیام ها شرکت داشتن، یا مثلا اونایی که توی جنگ ضد میهنی 8 ساله بچه های اونا توی این قیام ها شرکت دارن. یعنی این یکی گستردگی قیام رو نشون میده، گستردگی جغرافیایی قیام رو نشون میده، و یکی اینه که به هر حال نیروی سرکوب رژیم محدود هست. یعنی اینایی که دارن سرکوب میکنن باید تقریبا در تمام مدت در آماده باش باشن با اون لباسای سنگین و با اون فشاری که دارن، طبعا خسته میشن
اما من به جرئت میتونم بگم الان با همه این احوال که نمیتونه بیشتر از این سرکوب کنه، خامنه ای هیچ وسیله ای به جز سرکوب نداره مجددا، چون این رو ما داریم میبینیم که تا اونجا که امکان داره این کار رو در انجام میده. و خوشبختانه ببینین مثلا اگر که نگاه کنیم زاهدان، خاش و شهرهای زاهدان و کردستان رو، من یادم میفته با اون کشتاری که بشار اسد توی درعا کرد و میخواست قیام رو، که خب تونست قیام رو سرکوب کنه توی سوریه. این سوریه شدنی بود که خامنه ای میخواست ایجاد کنه. خوشبختانه با مقاومت مردم زاهدان و مقاومت مردم کردستان نتونست این کارو بکنه، به خصوص که روز جمعه شاهد بودیم تقریبا، یا فیلمایی که خود شما هم نشون دادید تو سیمای آزادی، نتونسته بود نیروهای سرکوبش رو وارد خیابونا کنه. و این ادامه خواهد داشت، یعنی قیامی نیست که سرکوب بشه. افت و خیز ممکنه داشته باشه، ولی حتما حتما رو به جلو است. بله خانم دشتی، شما الان اشاره کردیم به طیف و گسترش افرادی که در این قیام شرکت کردیم و همبستگی که وجود داره در جای جای میهن. سوال اینه که به نظر شما همزمان با همین سرکوبی که داره میکنه، آیا رژیم توان این رو داره که قیام رو مهار کنه؟ خدمتتون عرض کردم، ببینین اگر که آدم به سن کسانی که شرکت میکنن و متاسفانه اونایی که شهید شدن نگاه میکنی، از حالا بجز اون بچه هایی که واقعا بر اثر همراه بودن با پدر و مادرشون جونشون رو از دست دادن، ولی اونایی که خودشون قیام توی قیام شرکت کردن، از 16-17 ساله میبینیم تا 60 ساله یا شاید هم بیشتر. پس این گستردگی قیام رو نشون میده. من یک نکته رو خواستم خدمتتون عرض کنم، چون ما در خارج از کشور هستیم و باید صدای مردم ایران باشیم. جوانان ایرانی که توی خارج از کشور هستن یا توی خود همین سوئد هستن، نسبت به مسئله ایران اینقدر علاقمند شدن و شرکت میکنن که من دیروز دیدم یک مقاله توی یک روزنامه بسیار پر انتشار سوئد چاپ کرده بودن که توطئه‌های رژیم رو توی خارج از کشور آشکار کنن و گفته بودن ما صدای مردم ایران خواهیم بود و به هیچ عنوان از پا نخواهیم نشست. خب موقعی که آدم اینو میبینه که در خارج از کشور در ایران یک همبستگی وجود داره، رژیم میخواد تا هر جوری که ممکنه این همبستگی، این اتحاد ملی، این برای رسیدن به یک گستردگی رو تا اونجا که میتونه شکاف بندازه. خوشبختانه تا به حال نتونسته توی خارج از کشور یک توطئه‌های جدیدی رو هر روز رو میکنه، ولی توی ایران به هر حال به نظر من مردم ایران و کسانی که توی این قیام شرکت میکنن بسیار آگاه‌تر از این هستن که رژیم بتونه با این توطئه‌ها فریبشون بده. نه، کوتاه بگم نمیتونه قیام مهار کنه و همونجور که خدمتتون عرض کردم افت و خیز ممکنه داشته باشه، ولی با حضور دانشجوها، شعارهایی که میدن و تقریبا تمام مردم، همه چیز رو به جلو هست و رژیم مستعصل و درمانده است. چون اینو میبینیم از یک طرف کشتار رو غریب آبادی یا زهره الهیان به خاطر روزنامه ها یا به اصطلاح رسانه های فارسی زبان اینا رو علتش رو اینو میگن، ولی 30,000 نفر الان توی زندان ها هستن. به هر حال معلومه که این قیام ادامه داره و 30,000 تا خانواده رو ضرب در 5-6 بکنین، یعنی این جنبش، این جوشش در تمام خانواده ها تقریبا توی شهر رو جریان داره. بله بسیار سپاسگزارم خانم دشتی بابت حضورتون و همراهی با ما در این برنامه. بسیار سپاسگزارم. لطف کردین، خیلی ممنون.